سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 16 ماه سرطان سال 1369 هجری خورشیدی است که برابر می شد با 7 ماه جولای سال 2010 میلادی. در این برنامه سیاوش زمینی و تمنا احمد زیرا نیست با تازه ترین رویدادهای ورزشی و پیش بینی آب و هوای فردا در استودیوی خبر با خود داریم. در آغاز سرخطه چند خبر از کشور. هشدار نواز شریف درباره سیاست حکومت پاکستان درباره افغانستان. از بنام های 31 تن از نامزدان انتخابات پارلمانی از فهرست نامزدان. و ترک ولسوالی سنگین ولایت هلمند از سوی نیروهای بریتانیا. شجاع زاکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان به حکومت کشورش هشدار میدهد تا از تلاش‌ها برای زیر نفوذ قرار دادن افغانستان دست بردارد. نواز شریف که در زمان حکومت است از طالبان سخت پشتیبانی میکرد، میافزاید که سیاست‌های پیشین طالبان با شکست روبرو شدند و این سیاست‌ها در آینده نیز کامیاب نخواهند بود. در این حال سفیر پاکستان در کابل در یک گفتگوی ویژه با تلویزیون لمر این گفته‌های نواز شریف را رد می‌کند و ایجاد گروه طالبان و پشتیبانی از این گروه را یک اشتباه می‌داند. نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب مخالف حکومت این کشور میگوید که پاکستان باید این اندیشه را که باید در افغانستان نفوذ داشته باشد رها کند. آقای شریف در تازه ترین سخنهایش اعتراف میکند که در حکومتش از طالبان پشتیبانی میکرد. گفته های آقای شریف نشان میدهند که وی سیاست های دوره نخست وزیری خودش را در دهه 90 میلادی که در آن زمان پاکستان به گونه روشن طالبان افغان را تمویل و پشتیبانی میکرد نکوهش میکند و می افزاید که سیاست های پیشین پاکستان با شکست روبرو شدند و چون این سیاست ها در آینده نیز کارا نخواهند بود. ما از قرن ها بدین سو با افغانستان روابط داشتیم. این روابط را تنها زمانی می توانیم حفظ کنیم که در مسئله افغانستان بی‌طرف باشیم و از حکومتی که مردم آن کشور انتخاب می کنند پشتیبانی کنیم. از سوی هم سفیر پاکستان در یک گفتگو با تلویزیون لمر می گوید که پاکستان هیچگاهی تلاش نکرده است تا بر افغانستان فشار بیاورد. دیکه اس شک نشته طالبان حکومت مون تسلیم کړه او طالبان مون سپورټ کړه واغه وخت دیکه اس شک هغه مون منو دا چې هغه یو غلطه فیصله وا هغه فیصله په کار وشه نه وشوي خو هغه وخت ډیره غلطه فیصله شوې دي صرف پاکستان غلطه فیصله نه دا کړې. در حالی که مشاور امنیتی ملی افغانستان میگوید که شواهدی در دست دارند که نشان میدهند مقام های پاکستانی شبکه القاعده و گروه های دیگر هراس افغان را اجازه میدهند تا در بخش های قبایلی به کارهای ضد افغانستان دست یازند، اما سفیر پاکستان در افغانستان به این موضوع از دید دیگری مینگرد. غربیان چه هر کله داوونی چې دیس ناکامیږي نو دی بیا سو ګوري یو هغه چې انګریزی کوي ورته سکیپ ګوټ وي سکیپ ګوټ ګوري چې په چا باندې الزام واچي چې موږ د فلانی په وجه ناکام شو. این گفته ها در حال ابراز می شوند که پاکستان در تلاش است تا در روند سال حکومت افغانستان با طالبان سهم داشته باشد و نیز آگاهان به این باورند که ظاهرا در این اواخر تمایل حکومت افغانستان به پاکستان بیشتر شده است. نام های 31 تن از نامزدان انتخابات پارلمانی از فهرست نامزدان حذف شدند که سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی با اصحاب مطلب میگوید که نامزدان به اتهام عضویت در گروه های مسلح غیرقانونی از شرکت در انتخابات پارلمانی محروم شدند. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید کسانی که نامهایشان از فهرست نهایی انتخابات پارلمانی حذف شدند از 7 ولایت کشور هستند. سخنگوی این کمیسیون میافزاید که از آغاز روند پیکارهای انتخاباتی تا کنون در حدود 50 شکایت درباره نامزدان انتخابات پارلمانی به این کمیسیون رسیدند. کمیسیون بررسی فرماندهی یا عضویت کاندیدان در گروه های مسلح غیر قانونی که کمیسیون است وابسته به کمیسیون مستقل انتخابات با فرستادن لیست رسمی به کمیسیون شکایات انتخاباتی 31 تن از نامزدان انتخابات ولسی جرگه را عضو گروه های مسلح غیرقانونی دانسته است. این کمیسیون در انگام اعلام فهرست نخستین نامزدان نیز 5 نامزد را به اتهام عضویت در گروه های مسلح غیرقانونی از شرکت در انتخابات محروم ساخته بود. در این حال وزارت دفاع ملی از تامین امنیت بیشتر از 6000 مرکز رایدهی در سراسر کشور اطمینان می دهد و می گوید که در حدود 700 مرکز دیگر در حال بررسی هستند.
به گفته این وزارت در حال حاضر تنها در بلدهای کندهار و غزنی مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارند. در این حال وزارت دفاع ملی بر حضور نیروهای خارجی تا هنگام نیاز در افغانستان تاکید می‌ورزد. سخنگوی وزارت دفاع ملی در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی ایساف میگوید که تلاش‌ها برای تامین امنیت انتخابات شورای ملی و پیکرهای انتخاباتی نامزدان به شدت جریان دارند. بیش از 6000 سایت تایید شده که ما میتونیم امنیت رو تامین کنیم و در حدود 700 سایت در زیر بررسی ما قرار داره. اینا به این معنی نیست که ما اینا رو نمیتونیم تامین امنیت کنیم. هنوز بررسی ما در قسمت 700 سایت نهایی نشده. از سوی دیگر وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای خارجی تا هنگام نیاز در افغانستان خواهند ماند، چیزی که سخنگوی ایساف نیز آن را تایید میکند. بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان با در نظر داشت اوضاع این کشور نه بر بنیاد یک جدول تعیین شده آغاز خواهد شد. این کار به گونه تدریجی صورت خواهد گرفت و از پیش شرط های این کار افزایش ظرفیت نیروهای افغان و توانمندی نیروهاست. در همین حال در یک عملیات هوایی نیروهای ایساف در ولایت غزنی 5 سرباز اردوی ملی کشته شدند و 2 سرباز دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع ملی با انتقاد سخت از نیروهای ایساف میگوید که این رویداد دیشب در ولسوالی اندر غزنی هنگامی رخ داد که سربازان اردوی ملی برای آماج قرار دادن مخالفان مسلح دولت در کمین نشسته بودند. تحقیقات ما از صبح شروع کردیم، حادثه را محکوم میکنیم با کمال تأثیر که مرتبه اول نیست و بارها ای اتفاق افتاده. امیدواریم که حداقل انمی مرتبه نهایی باشه. نیروهای اردوی ملی افغانستان به گونه ناگهانه از سوی نیروهای خارجی مورد حمله قرار گرفتند. شاید انگیزه آن نبود هماهنگی میان نیروها بوده باشد. این موضوع بسیار مهم است و نیاز به یک بررسی همه‌جانبه مشترک را دارد. وزارت دفاع ملی از تدابیر ویژه امنیتی برای برگزاری نشست کابل که قرار است تا 2 هفته دیگر برگزار شود سخن میگوید.